در مورد مذهب قبلا صحبت کردیم برادر عزیز بزرگوار. ما چیزی به نام مذاهب به شکل امروزی که مثلا 4 تا مذهب است و حتما باید پیرو مقلد چشم و گوش بسته یکی از این مذاهب باشی، همچین چیزی در اسلام نیست. حتی اصحاب همین مذاهب، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اجمعین، همچین چیزی رو نگفتن. در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشت های فقهی که از بعضی از مسائلی که در قرآن و سنت نبوده رو میگفتن مذهب فلان صحابی، میگفتن مذهب ابن عباس، مذهب، یعنی راه و روش. معاذ بن جبل رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف یمن فرستادن، گفتن یا معاذ به چی چیز حکم میکنی؟ گفت به کتاب الله. اگر موضوعی پیش آمد در کتاب الله نبود، گفت به سنت رسول الله. فرمودن که اگر موضوعی پیش آمد که نه در کتاب الله بود و نه در سنت رسول الله، به چی حکم میکنی؟ گفت اجتهاد میکنم در سایه قرآن و سنت. دست مبارکشان را به سینه معاذ زدن، گفتن الحمدلله الذي وفق رسول الله، شکر اللهی را که پیام رسان پیامبر الهی را توفیق داده که از پیامبر پیروی بکند. یعنی مذهب چی است؟ اجتهاد علما چی است؟ یک موضوعی که صراحتاً در قرآن نیست، در سنت نیست، در سایه قرآن و سنت علما اجتهاد میکنن، حکم این را برای ما بیان میکنن و این میشه به اصطلاح مسائل مذهب بهش میگن. خب آیا واجب است که انسان پیرو یکی از مذاهب باشد؟ واجب نیست که انسان، فرض نیست که انسان حتما پیرو یکی از مذاهب باشد. واجب است که ما پیرو قرآن و سنت باشیم. هر مذهبی که دلیلش بر پایه قرآن و سنت بود، از قرآن و سنت برای ما دلیل گفت، ما اون رو قبول میکنیم، چون حرف الله و رسول دین ماست. امکان داره که در یک مذهبی، به طور مثال یک عملی رو شما انجام دادید 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، این عمل رو به شکل اشتباه مخالف سنت انجام دادید. امروز اگر حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما میرسه، شما باید حدیث صحیح رو بگیرید و اون قولی رو که ولو که 50 سال ولو که 60 سال عمل کردید رو ترک بکنید، چون اصل این است که اطاعت از الله و رسول است. برادر ما فرمودن که من مثلا رفتم یک کشور عربی، اونجا مردم حنبلی هستن، اونجا عادت کردم. ببینید این مسائل عادت نیست. شاید در یک مسئله‌ای، شاید در یک مسئله رأی مذهب حنفی خیلی قوی تر از رأی مذهب حنبلی باشد. شما اگر انسان عالم هستید، علم دین دارید، مثلا برید در مورد این که دست رو روی سینه بگیرم یا دست رو زیر ناف بگیرم، برید مطالعه بکنید، احادیث رو ببینید، کدام حدیثی که صحیح هست به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است، همون حدیث رو بهش عمل بکنید، ولو که اون حدیث روزش روی سینه گرفتن باشه یا که زیر ناف گرفتن باشه. اما این که مثلا بر اساس عادت بشه، نه، که من عادت کردم اینجا به خاطر همین من حنبلی میشوم، نه، ما دین ما دین عادت نیست. دین ما دین اطاعت است. اطاعت است الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در یک مسئله مذهب حنفی حرفش دقیق تر است، در یک مسئله مذهب حنبلی حرفش دقیق تر است. مثلا بعضی از علما میگن که مثلا دست رو روی ناف یا زیر ناف گرفتن دلیلش قوی تر است از این که انسان دستش رو روی سینه بگیره. به خاطر همین بعضیا به خاطر آسانگیری در یک مسئله‌ای که آسانی است میرن مذهب حنبلی رو رأیش رو میگیرن، در یک مسئله‌ای که آسانی است میرن رأی مذهب حنفی رو میگیرن. بر اساس هوا و هوس نباید باشه، بر اساس تقوا باید باشه. یعنی چی؟ نه اینکه کدام آسان تر است، کدام به قرآن و سنت نزدیک تر است. این گونه باید برخورد بکنیم. Thank you.